فرارسیدن اربعین حسینی سال روز تجلیل از یک اربعین قیام سال روز تجلیل از یک اربعین تبلیغ سال روز تجلیل از یک اربعین مقاومت و بیان آموزه‌های عاشورای حسینی را به محضر مقدس و نورانی همه شما عزیزان به ویژه به محضر مقدس حضرت حجت ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شب جمعه خاصی است، مخصوصا برای کسانی که از سفره اربعین در این چند سال تغذیه روحی میکردند و در سفره با کرامت سید الشهدا علیه السلام حضور داشتن. به دلیل ای که خاطرات شبهای جمعه کربلا برای زائران سید الشهدا هر از گاهی خاطرات را به یاد می آورد و مطالبی را تداعی می کند و از اینکه امسال جمع غفیری از شیعیان مخصوصا شیعیان افغانستان در اربعین شرکت نتوانستن حزن و اندوه بیشتر شده است. هر سال مخصوصا سالهای قبل از کرونا این شبهای جمعه و نظیر این شبهای جمعه اکثریت مطلق هیئتی ها و مذهبی ها کربلا بودن، بین الحرمین قدم می زدن. هر لحظه ای که به اربعین نزدیک می شیم حزن و اندوه ما هم افزون می شود. من می خواهم به نیابت از شما عرض بکنم سید الشهدا روحی لک الفدا و نفسی لک الوقا یا ابن فاطمت الزهرا، ما می دانیم تو بین نوکرانت خوب و بد نمی کنی، مثل که سالهای قبل ما بدها را قبول کرده بودی بازم قبول می کردی، ولی من نمی دانم مانع چه شد، چی بود، چرا این گونه شد و داغ زیارت اربعینی در دلها گذاشته شد. به هر ترتیب حالا که ما شدیم جزء جامانده ها، حالا که ما شدیم جزء کسانی که دست ما دیگر به شبکه های زیری حد اقل در ایام اربعین نمیرسه، حالا ما هم شدیم جزء محرومین از سفره با کرامت امام حسین، هرچا پرچم به نام امام حسین بود خود زوری زیر اون پرچم میرسانیم و عزاداری میکنیم. ابی عبدالله، همی که تو ما را از درگت نمیرانی کفایت من میکنه. حالا زیارت شد نشد، کربلا بردی نبردی، ما را خریدی نخریدی، اونش اشکال نداره، ولی ابی عبدالله ما از محرم به این طرف به همه گفته بودیم ما اربعین کربلا میریم، دشمن شاد شدیم. خیلی ها ممکن است زیر لبشان ته دلشان به ما بخندن که امسال الحمدلله کسی شرکت نتوانه، شاید حمدم بکنن خدا را، مثل که در کشتن تو الحمدلله گفتن، در این مسائل هم الحمدلله خواهند گفت. به هر ترتیب از سید الشهدا علیه السلام تقاضا میکنیم که ما را از سفره با کرامتش محروم نفرماید. صلوات دیگر را بلندتر خواهد.